به هیچ چیزی که پای ما در هیچ زورگویی در برای هیچ زورگویی بلرزه به پیش میریم تا که آرمان و خواسته های مردم ما را به سرمنزل مقصود برسانیم. دوستای عزیز، میم سر آقای حکمتیار. شما میدانید که جمعیت اسلامی با حسن نظری که داشت اولین حزبی بود، قدرتمندترین حزبی بود که تمام اختلافات را کنار گذاشت، گفت که آقای حکمتیار خوش میایه، آغوش ما باز است، بیایه به حکومت برادران کار بکنیم تا جنگ از افغانستان چیده شود، دیگه خونی فرزندان مردم ما نریزه. حمایت اعلان کرد. با مجردی که آدم پایمان به دولت تسلیم شد، از لغمان طنز و کنایه علیه جمعیت و ائتلاف علیه توریسم شروع کرد. گفت میشه که بیا خوب شود که نو ازوار برآمده، میشه که ذهنش روشن شود. به جلال آباد آمد، از او بدتر حرفای رکیک استعمال کرد. به قصر سلام خانه به کابل که آمد، محتمال دیگه به پایتخت آمده، حتما یه آدم دیپلمات هست، دیپلماسی میکنه، واقعیت ها را میدانه، دوای رهبری داره. نگه که من معلف بسیار کتاب ها هستم، مفسر و تفسیر کننده قرآن کریم است و بسیار از خود آثارا بجا گذاشته، دوی رهبری به اساس افغانستان میکنه و سالهاست دههاست از دوری نهضت اسلامی که گاه سرد و گاه گرم و گاه اختلاف و گاه این آن خو آمده، فکر کردم که در 50 سال این حتما چیزای را آموخته، آل فهمیده آمده که در کنار حکومت با رعایت وحدت ملی کارهای خوبی خواهد کرد، حرفهای خوبی خواهد زد. به سلام خانم که آمد صحبتهایش، با ننگرارم صحبتهایش از آدرس زعامت کشور بود، نصیحت کننده به دیگران. دولت وحدت ملی را خوی اکثر رد کرد، ساخته گفت آقای جانکیری است، این مشروعیت نداره. گفت ما با کسی نیامدیم، حالا که کلتان دیدیم که شورای صلح شش تو امضا کرد و برنامه را همیشه با گروه صلح آقای حکمتیار نشست داشتن و مذاکرات ها داشتن، بعد در سلام خانه رئیس جمهور مسئولین و شخصیت ها را جمع کردن، در اونجا امضای آخری صورت گرفت. آخه تو خون با کلی معلوم است که تسلیم شدی. تسلیم شده مطابق اونم ماهیتش یک کمی عقب طبیبی که در کجا پنهان بودی، کدام کشور در تو جیره میداد، با چی رخند روزگار زندگی تیر میشد، تو یک کمی عقب طبیبی، بعد سر شخصت ها و قهرمان ملی و احزاب سیاسی دیگه و اقوام دیگه تو بتاز. تمام احزاب میگه که یک سری رد میکنه. خب حرف رکیکی که علیه قهرمان ملی استعمال کرد، مزدخ خودی دستی کلگی تو دانا خدا نمیدانه، مزدور خود تو هستی، زیر سایه کی بودی تاله؟ از کجا تمیل میشیدی؟ زیر سایه کی بودی؟ دغار در کجا پنهان بودی؟ فامیل در کجا زندگی میکرد؟ برای کلگی آینه وری معلوم است. تو در مدوران جهاد هم که 65% حق کل تنظیم ها و مجاهدین افغانستان هم توسط امریکایی ها و پاکستانی ها میگرفتی و جهاد کمتر از خردترین حزب بود، جز به جنگ داخلی هیچ چیز دیگه تو وظیفه نداشتی. ما خود این ولایت ها که میدیدیم بعضی از برادرهای که واقعا خدمت میکردن، جهاد میکردن، از برادرهای اسلامی اکثریتش که فرمان تو رو مستقیم رعایت میکردن و بدوش میکشیدن، بشانه میکشیدن، جز جنگ داخلی و حزبی و تنظیمی بین مجاهدین دیگه وظیفه نداشتی. خب در جهاد خودی کار میکردی، بهترین امکانات و بیشترین امکانات را خود تو از بادارایت میگرفتی. وقتی که حکومت اسلامی آمد با توافق توی بمیان آمد، دو معذرت صاحب، چهار رهبر شهید، بعد انتخابات، تو خی حکومت ها یک روز آرام نمونی، همی راکت زده رفتی با وجود که صدر اعظم هم بودی، تو که به نام قصاب کابل مشهور هستی، با کدام روی بمی کابل آمدی؟ تو که اعلان کردی که از امت رسول الله نباشم که یک سرباز امریکایی در افغانستان باشه ما در کابل بیاییم، با کدام روی بازم آمدی؟ تو که جهاد علیه امی حکومت، همی ملت، هینمی سربازا، هینمی اردو و قوای مسلح افغانستان، تو که جهاد علیه شن اعلان کردی،
با کدام روی آلی جهادی تا گرفتی پس آمدی چی تغییر آمد؟ آقای کرزای خوب مجاهدتر از دیگر ها بود. حال چی استدلال داری که امریکا نتانه که هست قواش هم تمدید کرد تعدادش هم بیشتر میسازه، اکثر جامعه جهانی هم هست. پس این حرف تو که یک امریکایی باشه و از امت رسول الله نباشم که بیایم چی شد؟ تو که جهاد اعلان کرده بودی، حالا ما چی رقم مسلمانی خوب شدیم از نظری تو دیگه البته که جهاد علی ما را پس گرفتی؟ و تو خب به شرمان قامدی زیر بیرق امین نظام علی زندگی میکنی، برای قصر جور کده خارجی ها اینمی امریکایی و اینمی انگلیسی و اینمی ایم آی سکس برای تو خود جیره میتر خرچی تا میتر امی قصر خود ازیبی پول کمک دنیا برای تو جور شده. زیر قصر ششتی دیوارای کانگریتی هم اطراف را گرفتی به ایوازی که تو یک گلوسالی قریه را تشریف میکردی و برای سال یک پیام میداشتی، تو هنوز یک هزاران میسال از دولت گرفتی، در اولی روز 500-600 یک هزار میسال های جدید از حکومت گرفتی، از بغلان که برای توضیح کرد که سال شده با اون سال امریت خود گرفت آمدی. پس معلوم است که تو همه چیز را دست دادی، همه چیز را دست دادی. او پفی که تو کلان کردی که محمد اون ولایت ها را سو خود میتون ولی سوالی ها را سو خود میتون کجاست؟ او سو خود در کل قمندانه یک دوست داری بنام این میرویس که در بغلان می جنگه، گای میره معادن زغال سنگ اشغال میکنه، گای را را میگیره، گای آدم نکشه و جز دوزی دیگه ایش کار نداره. تو خود دیگه قمندان نداری. آه مگر ما زرداری که زرداد قمندانی که 20 سال عفظ در لندن تر کرده اگر رای اونو را مسئله کنی یک چیزی جور بگیره خود گفته نمیتونم. در غیر او بگل مگیری که دورو پیش ما بود خواه چیزی کده نمیتونه، از او چیز ساختم نمیشه. خب هر روز تو میایی سر قوم گب میزنی و اوس و اختلافات گلجای دورانی را انداختی و دمی راستا کار میکنی که همه مردم ملت افغانستان میدنن، با او را زیرکانه کار میکنی و این طرف اقوام دیگر را به زبان میاری، همیشه توهین میکنی، فارسی دری را تو به میان میری، ترمینولوژی را تو در بارش گم میزنی، گاهی استاد ادبیات میشی، گاهی از آدرس زامد حرف میزنی، گاهی از آدرس بسیار قدرت در افغانستان گم میزنی. خودی در چاردیوری شیشتی برآمده نمیتونی، پشت گابیون ها و دیوارهای کنکریتی شیشتی میگی که من اجازه نمیتونم چنین شود، اجازه نمیتونم چنان شود، ما کسر اجازه نمیتیم. تو کی عزیز از کدام مادرس اجازه میتی نمیتی؟ من نمیخواستم که زبان درباره تو باز بکنم، چون هیچ کسی درباره تسلیمی و اوی که برش تسلیم شده حرف نمیزنه. من تو ما را مجبور ساخته که ذهن مردم روشن بسازیم که تو کی هستی، در کدام موقف هستی و چرا حرفا را میزنی. تو میخوایی که خود شخصیت بسازی، مطرح بکنی و ضد ایران گپ بزنی، ضد شیعه گپ بزنی، تا از بعضی کشورهایی که ضد ایران است پول بگیری. این دیگه جز همین تجارت چی شده میتونه دلیل؟ ما امپراتوری ایران در مزار تحمل نمیکنیم. آخه کدام امپراتوری؟ تویی که در ایران 4 سال به سر بودی، از آب و نان و هوای ایران استفاده کردی، از پولهای پول از خریده و بخشهای سپای امو سپای پازار تو استفاده کردی، بهترین تعمیر در ایران تو استفاده کردی، بهترین دفترها را در مشهد و ایران تو داشتی. تو آل زیده ایران گم میزینی. عجب انسان هم یک کمی وجدان داشته باشه، وجدانش بیدار بوده باشه، حق نمک هم بدانه خوب است. ما خود نه در ایران زندگی کردیم، نه در ایران یک کدام یک ماه و 6 ماه را تکیم، جز یک سفر رسمی که رفتیم 19 نفر که از این بلغ رفتیم. تو خود سالها را اونجا تیر کردی. من نمی جواب مسئولیت داشتم در سال 76-77 میدان هوایی هم به دست ما بود کنترلش. هر تیاره که می آمد پایین می شد، صندوق های از مرمی و مهمات پایین می شد، از کمک های جمهوری اسلامی ایران که در برابر توریسم و حمایت می کرد از قهرمان ملی، این تیاره خوب پر می آمد، خوب برای تو پایین می شد. در میدان هوایی هم به دست ما بود، صندوق های سلاح و مهمات خود تو می گرفتی، پول و مواد یا شهر خود تو میگرفتی، پول به بکس میگرفتی و مواد یا شهید هم از وای بندر حیرتان میامد که همیشه مده جیریان هستم. بیشترین کمک تو میگرفتی. وقتی که تو گریخت شکست خوردی از بلخ، امی ما نبودیم که تو را به تیاره شانیم پیش خرمان ملی روان کردیم، بکس پول از دالرت هم سکرتارایت فرار گریختان و دیگه سکرتاریت ستالایت را گریختان،
نزدیکترین همکارت به خدا قسم او آقای حکمتیار دروغ نگو، به خدا قسم نزدیکترین سکرتاریت پولی فرار داد و ستالیت فرار داد. امی خون ما بودیم، علم خان آزادی بود، مورس علم شهید بود، استاد شهید گفت نمیکنم پرواز تا آقای حکمتیار نیاید. تو را ما رسانیم در به بسیار یک ازدحام خطرناک و کلان، جان خود همه در خطر گرفتیم و در تیاره بالایت کردیم، به خرامان ملی روان کردیم، اونجا برای هلیکوپتر داد رفتی به تاجیکستان و تاجیکستان رفتی به ایران. اونجا هم تو ناسپاس اعلان کردی که ما را قهرمان ملی چی میکرد، آمر صاحب ما را ترور میکرد، ترور میکرد که امی خدمت میکنه، بعد از خود تر امنیت میگیره، در تیاره میشن و روان میکنه اونجا، از اونجا هلیکوپتر میده روان میکنه تاجیکستان، از تاجیکستان با تو را صحت و سلامت میرسنه به ایران. همه شرم هم خوب چیز است. تو را با کسی که گوش خودت بریده یا شورای امنیت بریده یا خودش بریده، کسانی که انتحار سازماندهی میکنند، امی آقای حکمتیار آیا مسئولیت انتحار دو دختره، انتحار دخترانه اولین بار از افغانستان که آقای حکمتیار کرده، یک دختری که درای میدان هوایی خود انتحار کرد و یک دختری دیگه که من فهمیدم فایننس بود یا طرف های پولی محمد خان بود، یک دختر اونجا خود انفجار داد و انفجاری که در فایننس دادی، زن و مرد یک خدانی بسیار مشهور، یک خانمی بسیار مظلوم هم کردی، خانواده بشتر کشتی و ای را اعلان هم کردی که این استشهاری است و افتخار هم کردی، بدوش هم گرفتی که تو بسیار به اصلاح کمال کردی که انفجار را بدوش گرفتی. آیا تو کسی را که حاضر هستی که به انفجار مسلمان و انسان بکشی به بانه خارجی ها، آیا یک کمی گوش بریدن برای بسیار بسیار ساده است برای تن؟ بسیار ساده است. کسی که انسان انفجار میده تا انسان از بین ببره یا بدنامش کنه، کمی گوش با اندازی زدن بسیار ساده است برای تن. وقتی که خانم ها میره در سفارت امریکاست برای پدرش ویزه میگیره و زمین ملاقات و مذاکرات هم مساعد میسازه و بالاخره تفاهم با حکومت میکنه، کمی گوش بریدن بسیار آسان است برای جایگاه باز کردن برای خود، برای ترور شخصیت ها. خب دوستای عزیز، حرف بسیار زیاد است، نمیخوایم که وقت شما را بگیریم. وقت نان هم هست، من بزرگان صحبت میکنن، باز من تکرار میکنم در پولی که تشکر از پاس میکنم از عزیزانی که تشریف آوردن و کسایی که صحبت های بسیار خوب داشتن، از آیسا فضل‌الله خان، از آیسا بلیم خان، از آیسا سلیم رسول خان، همچنان از داملا صاحب نظر محمد و از خود احمد جواد جان که این مدیریت کردن و از فرزند کلان جناب مولوی صاحب که اینجا حضور دارن و همه قماندان صاحب ها، فرماندهان عزیز ما که اینجا تشریف آوردن از روی دور و فرماندهان عزیز پنجشیر ما و جناب صاحب پیشتر یاد کنم بشه خان اینا و خصوصا هیئت رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در راز جناب مسعود صاحب که یک بار از همه شما تشکر و قدردانی میکنم و ما را خرسند ساختن، خوش آمدین. همیشه دشمنانتان چشمشان کور و خودتان سربلند و سرفراز بوده باشین و به حکومت هشدار میتیم که در پی توطئه نباشند، از توطئه دستبردار شوند. ما از توطئه ترس نداریم، وضعیت از این بهتر نسازند. این هم هشدار است هم اخطار است. ما وحدت ملی را دوست داریم، ما نظام صالح را دوست داریم. ما همچنان که تا 16 سال خدمت کرده آمدیم، سال 17 هم میخوایم خدمت خوب بکنیم و ما را مجبور نسازن که حق ما را از این اضافه تلف نکنه که قابل قبول برای ما نیست و ما قابل قبول نیست.